بسم الله الرحمن الرحیم. با درسی اساسات اقتصاد کلان مضمون روز پنجم با خوش آمدید. امروز ما موضوع درس ما شما مربوط فصل دوم هست که در فصل دوم سکتورهای اقتصاد کلان می خوانیم که سکتورهای اقتصاد کلان شامل سکتور استهلاکی هست، سومش سکتور سرمایه گذاری می باشه، سکتور دولت هست، سکتور تجارت خارجی می باشه. سکتورهای اقتصاد کلان همه مطالعات اقتصاد کلان را تقاضای مجموعی تشکیل میدن که تقاضای مجموعی متشکل از عناصر ذیل است، عبارت از استهلاک، دوم هست سرمایه گذاری، سوم هست خریداری های دولت و چهارم هست صادرات خالص، که در ارتباط به این چهار عنصر تقاضای مجموعی را میتوان به چهار سکتور اقتصاد کلان که آنها را به نام های واحدها و انفسها هم یادآوری میکنند تفکیک نمود، که استهلاک را به نام خانواده ها یا به حیث سکتورهای استهلاکی می نامند و تصدی ها را به حیث سکتور تولیدی یا سرمایه گذاری نامگذاری کردند، دولت را به حیث سکتور نظمدهی اقتصاد و همچنان خارج به حیث سکتور طرف معامله اقتصاد داخلی. خب گفتیم که بزرگترین سکتور تقاضای مجموعی عبارت از سکتور استهلاکی هست که عبارت از خانواده می باشند. این که چرا خانواده ها پول را خرج میکنند یا چرا خریداری میکنند، چرا قسمت عاید خود را اینا پس انداز میکنند، اینا از جمله سوال هایی هستند که جواب از اینا ارتباط میگیره به می سکتور استهلاکی خانواده. خب اول هست که سکتور استهلاکی خانواده، خانواده عبارت از یک واحد اقتصادی هست که هدف آن استعمال و مصرف همته اقتصادی به منظور مرفوع ساختن احتیاج و نیازات و نیازمندی هایشان می باشند. خب به مصرف به مفهوم در اینا خانواده ها امتحه را مصرف می کنند و به خود مصرف کردن امتحه و اجناس و کالاها می تونند که همون نیوم خواسته ها و ضرورت های مورد نیاز را برآورده کنند. مصرف به مفهوم عادی آن عبارت است از استهلاک امتحه می باشند. در تئوری اقتصاد امروز مصرف به مفهوم وسیع آن استفاده می کنند، یعنی مصرف تنها مربوط مصرف استهلاک اجناس مثل ماشینالات، مثل مثلا موتر، مثل از اینا نمی باشد، علاوه از اینا به بخش خدمات را هم شامل می باشد، مثلا تعلیم تربیه هست، صحت هست، ترانسپورت می باشد. بنابراین موضوعی که اگر خانواده ها حتی اگر میگن بخش امته یا امته ها رو خریداری میکنن، ولو اگر به مصرف هم نرسانن استهلاک نکنن، از جمله استهلاک حساب میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا او محصولاتی که با قیمتی خریداری کردن دوباره با اون قیمتش به فروش رسانده نمیتونن، یعنی ارزش خود از دست میده. بنابراین این امته ای که اینا خریدان، حتی میگن اگر خانواده ها که عبارت از مستهلکین میباشند، اجناس و محصولاتی که خریداری میکنند و مصرف هم نرسانند، از جمله استهلاک میباشند. کینز عالم اقتصادی انگلیسی استهلاک را یکی از اعضای همیشگی عاید میشناخت که به نام تابع استهلاک نیز یاد میشم. نظریه کینزی هست که هر اندازه که عاید افزایش پیدا کند، به همون اندازه هم سطح مصارف هم افزایش پیدا میکنند. بنابراین مثلا اگر عاید اولی های شخص مثلا دفعه اول مثلا 2000 باشد، از این جمله 2000 شان 18 صدش اینا مصرف کنند و بعد از مرور زمان در قسمت در اثر فعالیت های اقتصادی که انجام میتن به اندازه 300 عاید دارن، عایدش افزایش پیدا کردن، افزایش عاید هست. بعد این خانواده ها به مو اندازه مثلا در اندازه 2300 به اندازه 2300 عاید افزایش پیدا کردن و به اندازه 2250 واحد از چیکار میکنه به مصرف میرسونن، یعنی به هر اندازه‌ای که در قسمت اول عاید شخص به اندازه عاید اولی به اندازه 2000 داشت، اما وقتی که به اندازه 2000 مثلا وقت عاید داشت چی کار میکرد، افزایش از عاید از چی میشه، به اندازه چی هست، 1800 است، این اندازه چی میباشه، مصارف اولی هست. اما وقتی که سطح عاید از افزایش پیدا میکنه به اندازه 300، این عاید از 2000 میشه به چند، به 2300.
اما سطح مصارفش هم به مو اندازه چی میشه افزایش پیدا میکنه، به اندازه چند که از 1800 افزایش پیدا میکنه به اندازه 2250 میشه. اما این چرا نشان نمیده برای ما و شما؟ به این معنی که به اندازه ای که این شخص عاید به دست آورده بیشتر از او را چیکار میکنن؟ به عاید به دست آورده به او اندازه مصرف نمیکنن، یعنی کمتر از او مصرف میکنن. و ببخشید این باز معذرت، 2051 چیکار میکنن؟ به مصرف میرسونن، یعنی خانواده ها به همون اندازه که عاید به دست میارن یک مقدارش پس انداز میکنن، یک مقدارش چیکار میکنن؟ مصرف میکنن، یعنی مصرفشان همیشه چی هست؟ کمتر از عایدشان میباشن. خب استهلاک قسمتی عمده ای از تقاضای مجموعه تشکیل میده. خانواده های متوسط اکثرا تمام عواید قابل تصریف خود را برای خریداری امتعه استهلاکی به کار میبرند. بنابراین اکثرا درآمد قابل تصرف چی هست؟ درآمد قابل تصرف کل درآمدی است که عملا در اختیار افراد قرار دارند و این میتونید به مصرف برسانند و میتونن چیکار کنند؟ پس انداز کنند، که این را به فرمول نشان میدیم که درآمد قابل تصرف مساوی است با درآمد شخصی منفی مالیه. یعنی در گفتیم که اکثر خانواده هایی که درآمد متوسط خود درآمد قابل تصرف خود چیکار میکنن؟ به مصرف میرسونن. خود درآمد قابل تصرف گفتیم که عبارت از چی هست؟ درآمدی است که در اختیار افراد قرار داره و میتونن چیکار کنن؟ چون اختیارشون داره میتونن به همش مصرف کنن و میتونن چیکار کنن؟ نیست را پس انداز هم کنن. خود درآمد قابل تصرف از کجا به دست میاد؟ از درآمد شخصی به دست میاد و منفی چی هست؟ مالیات است. اگر درآمد شخصی شخص فرزند که این درآمد قابل تصرف با دی آی نشان میده، دیسپوزبل اینکم، پس درآمد شخصی رو با پی آی نشان میدن و مالیه رو هم با چی نشان میدن؟ با تی نشان میدن. و اگر درآمد شخص مثلا 200 باشد، 200 افغانی باشد، به اندازه 20 افغانی دیگه چیکار کنن؟ مالیه پرداخت کنن. پس بنابراین درآمد قابل تصرف یا دی آی زی به چند میرسه؟ به 150 هست. بنابراین این یکی از چیزهایی هستن که کوشش میکنن درآمد زینا را میگن که قابل امو خانواده هایی که به طور متوسط درآمد دارن اکثرا درآمد قابل تصرف خود چیکار میکنن؟ مصرف میرسونن. معمولا افراد در قابل افراد درآمد قابل تصرف خود را بین مخارج مصرفی و پسنداز چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن. یکی از نظرهایی هستن که خانواده ها چیکار میکنن؟ این افراد درآمدی که به دست میارن یک مقدارش قبلا هم تشریح کردیم که مجموعی تمام درآمدی به دست آمده رو مصرف نمیکنن، یک مقدارش مصرف میکنن، یک مقدارش هم پس انداز میکنن. یعنی دی آی مساوی با مساوی از با سیوینگ جمع کانزامشن مصرف هستی، که درآمد قابل تصرف یک مقدارش هم چیکار کردن؟ پس انداز کردن، یک مقدارش هم مصرف کردن. به این اساس هست که میگه تابع مصرف و نظریه دیگه هست که نظریه کینز میباشن، که تابع مصرف عبارت از تابع هست که مخارج مصرفی مستهلکین را به سطح عاید ارتباط میدن، یا به عبارت دیگر مصارف استهلاکی خانواده تابع عایدشان میباشن. هر اندازه‌ای که قبلا هم گفتیم که هر اندازه سطح عاید افزایش پیدا میکنن، به مو اندازه هم سطح مصرفشان پیدا میکنن. و مثلا اگر عاید زیاد میشه، اگر عاید شخص زیاد میشه، عاید شخص افزایش پیدا میکنه، به همون اندازه سطح مصارف هم چیز زیاد میشه، اما نسبت کمتر. یعنی تمام مزور چیکار نمیکنه. به همین خاطر هست میگن که مارجینال پروپنسیتی تو کانزامشن هست، یعنی میل نهایی به مصرفشون کمتر از یک میباشه میشن. یا اگر یک خانواده میگه تمام، بنابراین اگر یک خانواده تمام عواید خود را به مصرف برسانند، در اون صورت داریم که وای مساوی به چی هست؟ که نمیره میگه وای مساوی به سی میباشند. برعکس اگر مثلا تمام عواید خود را مثلا یک مقدارش پس انداز کنند و یک مقدار دیگهش مصرف کنند، در اون صورت این ارتباط فرمولی داریم که درآمد قابل تصرف مساوی است به پس انداز جمع مصرف هست. و همین اساس نظریه کینز است که یعنی عاید مصرف تابع چی می باشد؟ تابع عاید هست. یعنی ما بنابراین نشان دادیم که مصرف تابع چی هست؟ تابع درآمد هست. هر اندازه‌ای که عاید افزایش پیدا میکنند درآمد زیاد میشه و همون اندازه سطح مصرف هم زیاد میشه. بنابراین
و اما به سرعت او اندازه که آید افزایش پیدا کرده سطح مصرف زیاد نمیشه، چون کوشش میکنن که یک مقدار از او را چیکار کنن، پس انداز کنن، یک مقدار از او را مصرف کنن. خب اگر آید قابل تصرف خانواده ها یک مقدار چیکار میکنن، اینا بر مثلا پس انداز کنن و یک مقدارش هم مصرف کنن. در او صورت چی هست؟ وای مساوی است با کانزامشن پلاس اینوستمنت است. هر قدر قابل تصرف، هر قدر که عاید قابل تصرف بیشتر باشد، به همون اندازه امکان چی دارن؟ امکان پس انداز کردن بیشتر هست. که مثلا فرمولی که داریم S مساوی است با چی؟ پس انداز سیوینگ از چی به دست میاد؟ و از وای منفی مصرف. یعنی هر اندازه که ما وای با، چون گفتیم که درآمد تابع چی هست؟ درآمد تابع مصارف تابع درآمد هست. از طرف دیگه گفتیم که هر اندازه که عاید زیاد میشه، به همون اندازه هم چی زیاد میشه؟ مصارفشون زیاد میشه. و از طرف دیگر و پسنداز هم تابع چی هست؟ تابع پسنداز میفه، تابع درآمد، تابع عاید هست. بنابراین پسنداز مساوی میشه با درآمد منفی مصرف هست. از او عایدی که به دست آورده مقدارش که مصرف میکنه باقی مانده عبارت از چی میباشه؟ پسنداز میباشه. در پهلوی قابل تصرف دو عامل دیگه ای که بالای پسنداز تاثیر داره عبارت از چی میباشه؟ عاید و انفلاسیون هست. که عاید باعث افزایش پسنداز میشه، اما انفلاسیون باعث کاهش یا استهلاک میشه. مثلا خانواده اگر مقدار عوایدی که به دست دارن و مقدار پولی که به دست در دست دارن، اگر این در جای ذخیره کنن، مثلا در بانک بگذارن، در اثر مفاد یا نرخ سودی که به دست میارن، از اونها باعث افزایش پسندازشان میشه. اگر قیمت ها مثلا برعکس، مثلا اگر در بازار میبینن که انفلاسیون هست یا مثلا نرخ تورم افزایش پیدا میکنن، در این صورت خانواده به عوض از اینکه میگن قیمت ها روز به روز سطح افزایش پیدا نکنن، بنابراین باید از نیاز محصولات خریداری کنن. که اینمی موجود بودن انفلاسیون که عبارت از افزایش قیمت ها است به طور دوامدار، که باعث از این میشه که سطح استهلاک افزایش بده و خانواده ها را مجبور میسازن که سطح امو اندازه درآمدی که دارن اینا رو به مصرف کنن و به چی پسنداز نکنن. بنابراین رابطه بین پسنداز و انفلاسیون یک رابطه برعکس است. یعنی که مثلا نمیشه که مثلا رابطه برای پسنداز کنن مثلا سطح عایدشون، اما رابطه بین عاید و چی مثلا خود پسنداز رابطه مستقیم گفته میتونیم. و این موضوع درس ما شما مربوط خانواده ها بود که مثلا گفتیم مثلا مصارف خانواده ها بودن که چگونه اینو مصرف میکنن، سطح مثلا از کجا به دست میارن، عاید خانواده ها چگونه به مصرف میرسونن، و همچنان موضوعی که گفتیم که مثلا عاید خانواده ارتباط میگیره با اینکه مثلا مصرفش ارتباط میگیره با عایدشان، و همچنان به هر اندازه‌ای که عاید به دست میاره به همون اندازه چیکار میکنن؟ به مصرف میرسونن، اما کمتر از یک نسبی کمتر. یعنی بنابراین در اینجا فرمولی که داشتیم گفتیم که اکثرا در مجموع به او اندازه که مصارف تابع چی هست؟ تابع عاید هست. به او اندازه که خانواده ها عاید به دست میارن، به او اندازه چیکار نمیکنن؟ به مصرف نمیرسونن. یک مقدارش پس انداز میکنن، یک مقدارش چیکار میکنن؟ به مصرف میرسونن. و درس ما و شما امروز همین قدر بود. با امید دیدارتون.